کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل امتناع ورزیدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با برگزاری مناظری درباره تخلفات دایی چین در استان سینکیانگ رأی منفی داد که یک شکست بزرگ برای کشورهای غربی محسوب می شود. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه بفرمایید. پس از آنکه میشل باشله کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته گزارش خود را درباره استان سینکیانگ منتشر کرد و به جنایت احتمالی علیه اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در دورترین منطقه غرب چین اشاره کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با برگزاری مناظره‌ای درباره تخلفات چین در استان سینکیانگ رأی منفی داد نکته قابل توجه و شرمان درق جلسه این شورا امتناع کشورهای اسلامی از حمایت مسلمانان اویغور در سازمان ملل بود. پس از فشار شدید پکن، 47 عضو شورا در ژنو با 19 رای در مقابل 17 رای مخالف برگزاری مناظره شدند و البته 11 عضو نیز رای ممتنع دادند. کشورهایی که به برگزاری این مناظره رأی منفی دادن عبارتند از بولیوی، کامرون، چین، کوبا، اریتره، گابون، اندونزی، ساحل آج، قزاقستان، موریتانی، نمیبیا، نپال، پاکستان، قطر، سنگال، سودان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ونزوئلا. همچنین کشورهای آرژانتین، ارمنستان، بنین، برزیل، گامبیا، لیبی، هند، مالزی، مکزیک و اوکراین از رای دادن خودداری کردند. به گزارش شبکه خبری الهوره، فیل لینچ، مدیر کل سرویس بین حقوق بشر گفت شرماور است که کشورهای مسلمان در سازمان ملل تا حد زیادی از بحث و گفتگوی درباره نقض حقوق اویغورها حمایت نکردند. ویبریان راید سفیر اندونزی گفت ما به عنوان بزرگترین کشور مسلمان جهان با یک دموکراسی پویا نمی توانیم چشم خود را بر مصیبت برادران و خواهران مسلمان خود ببندیم با این حال او اضافه کرد از آنجایی که چین موافقت نکرد این بحث به پیشرفت معناداری منجر خواهد شد بنابراین اندونزی رأی منفی داد هند المفاتی سفیر قطر بار دیگر این برداشت را تکرار کرد ناظران میگویند که کشورهای آفریقایی با فشارهای شدیدی مواجه شدند چرا که پس از ایجاد زیرساختهای عظیم و سرمایه گذاری های دیگر چین در این کشورها آنها به چین بدهکار هستند با این حال سفیر بریتانیا سیمون مانلی گفت که تعداد زیادی از کشورها در مورد نقض فاحش حقوق بشر صرف نظر از اینکه چه کسی مرتکب آنها می شود ساکت نخواهند شد به گفته ژرم بونافون سفیر فرانسه در سازمان ملل کشورش از رد این متن متاسف است وی تاکید کرد که گزارش باشله سوالاتی اساسی را مطرح می کند و نشان می دهد که استانداردهای های دوگانه نمی تواند وجود داشته باشد. هو چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در توییتر نوشت این یک پیروزی برای کشورهای در حال توسعه و یک پیروزی برای حقیقت و عدالت است. و افزود حقوق بشر نباید بهانه ای برای دروغ پردازی و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر قرار گیرد لازم به ذکر است ماه گذشته ایالات متحده ای آمریکا و برخی دیگر از کشورها پیش نویس قصد نامه ای را به نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند که چین را مجبور کنند تا در مورد سرکوب مسلمانان اویغور در سینکیانگ پاسخگو باشد میشل تیلور سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر در توییتر خود نوشت ایالات متحده رای امروز را که مانع از بحث در مورد سینکیانگ شد محکوم میکند وی افزود که این انفعال به طرز شرماور نشان میدهد که برخی از کشورها اجازه دارند بدون مجازات حقوق بشر را نقض کنند علی اکبری اخبار شیه